دنیس شیندلر ورزشکار آلمانی در مسابقات پارالمپیک تابستان امسال در ریو دو ژانیرو شرکت می‌کند. این قهرمان دوچرخه سواری که یک پای خود را از دست داده با پای مصنوعی رقابت خواهد کرد که با چاپگر سه‌بعدی ساخته شده است. برگردان گزارش جسیکا برمن رو در این باره می‌بینید. دنیس شیندلر که در دو سالگی بخشی از پای خود را از دست داد در بازی‌های پارالمپیک امسال با پای مصنوعی که با چاپگر سه‌بعدی ساخته شده رکاب خواهد زد. پای مصنوعی که توسط شرکت آمریکایی آتودسک طراحی و در آلمان ساخته شد. ما در حال حاضر اندام‌های مصنوعی بدن را که با چاپگر سه‌بعدی ساخته شده آزمایش می‌کنیم تا ببینیم از لحاظ کیفیت با اندام‌های مصنوعی دستساز برابری می‌کنه یا نه. چون نه تنها مواد به کار رفته در آن متفاوت است، بلکه احساس آن نیز به دلیل کیفیت به هنگام دوچرخه سواری فرق می‌کند. ما برای رسیدن به میزان درست و صحیح سختی و نیز ایرودینامیک آن در مسیر درستی هستیم. ساختن اندام مصنوعی با چاپگرهای سه‌بعدی آسان‌تر از شیوه‌های پیشین است. با یه چاپگر سه‌بعدی، یه اسکنر ساده و یه کامپیوتر و این نرم افزار ساختن اندام مصنوعی با کیفیت خوب در زمان کم نسبتاً آسانه. دنیس شیندلر اخیراً در آلمان پروژه پای مصنوعی تولید شده توسط چاپگر سه‌بعدی را به باراک اوباما معرفی کرد. تجربه جالبی بود. افتخار می کردم که این پروژه رو معرفی می کنم. تعجب کردم که رئیس جمهوری چقدر راجع به این مسئله اطلاعات داشت. خیلی در مورد آن خوشبین بود. پس از اسکن شدن بخش ناقص پای شیندلر، یک برنامه کامپیوتری اندام مصنوعی را طراحی و چاپگر سه‌بعدی آن را تولید می کند. پای مصنوعی سبکتر، قویتر و شبیه به پای طبیعی به دنیس شیندلر این امکان را می دهد که در بازی های پارالمپیک امسال در ریو دو ژانیرو رقابت کند.